صبح بخیر. صبح بخیر. بریم داخل؟ بله البته. بفرمایید. تلاش امروزتون واسه چی؟ جنتلمن بودن. آه عجب. باشه پس من میرم. چمدونتون آماده است؟ ببخشید کدوم چمدونو؟ فردا داری میری؟ کجا میری؟ ازمیر برای نمایشگاه. آها، ولی چالی به هم چیزی نگفت. برای اینکه نمیدونست تو میای. چی باعث شد نظرتون عوض شه؟ قانون اصلی، سوال نکن، انجام بده. خوش اومدین آقا مراد. ممنون. قهوه‌تون رو الان بیارم یا؟ عجله ای نیست چالی جان، بعدن میفرستی. برنامه روزانه‌تون رو چی کار کنیم؟ به اونم میرسیم. تو هم شنیدی آره؟ آقا مراد برای اولین بار دو بار پشت سر هم گفت حالا بعدن عجله ای نیست. تازه برای اولین بار تو زندگیم به من گفت چالی جان. خدا آها، ندارم با تو حرف میزنم. الو، سلام مامان دریا. زیاد وقت تو نمیگیرم. اگه امروز وقت داری با هم ناهار بخوریم. باشه. باشه. وای دخترو، یه خبر خیلی مهم. قراره با مراد بریم ازمیر. بگو جونه من. نه اونجوری نیست. برای نمایشگاه میریم، یعنی برای کار میریم. ولی امروز خیلی باهام مهربون بود، باید میدیدینش. درو برون باز کرد، همش برون میخندید، مثل یه رویا بود. وای خدایا. دختر تو کلن زدی دنده خلاص خودتو انداختی تو سرپاینی. آدم وقتی عاشق میشه تو بوس خودش نمیگنجه. مهم نیست عزیزم، خودتو رها کن دوست من. آره همینطور که رها میشه به دیوارم میخوره. برای چی بخوره تو دیوار جونم؟ تازه به مراد اصلا نمیاد اینجوری باشه. اصلی تو چطور میتونی با یه بار دیدن شخصیت آدمو تجزیه تحلیل کنی آخه؟ احساسات من خیلی قویه. دقیقا مشکلت همینه. عقل تو زیادی بیکار میذاری عزیزم. اینطوری دختره رو مزرو به در میکنی. بگذاریم بچه ها، فعلا منو بیخیال شید. ایپک قضیه ماشین چی شد؟ خبر جدیدی هست؟ هست؟ واسه دخترم یه خواستگار پیدا شده. ایپک چی؟ خوب خوشحال نشدی؟ سعی میکنم یه جور مثبت به قضیه نگاه کنم، ولی انگار ظاهرا نمیشه، موفق نشد. اعتراف میکنم که خیلی ناراحتم. عزیزم عجله نکن، بهتر نیست یکم بیشتر فکر کنی؟ میشه نفوشش ایپک، شاید وقت نگفتن به خانوادت رسیده باشه. این دیگه آخرین باره، واقعا آخرین باره. از کجا میتونم این همه پولو جور کنم؟ چطوری آخه چطوری؟ نمیتونم پیدا کنم، امکان نداره. اما اگرم نتونم، دختر ماشینی که به اندازه جونش دوست داره رو میفروشه. هنوز اقساطش هم تموم نشده.
فکر کن حیات، فکر کن، فکر کن. تو؟ برای من؟ تو محوطه انرژی من آلوده میکنی. زود باش بگو به چی فکر میکنی. سری تعریف کن، فورا باید حلش کنیم. زود باش بگو، سری. پول لازم دارم. چقدر؟ حدود 20,000 تا. زود باش بگو چی کار کردی. وام گرفتی نتونستی قسطشو بدی، قمار بازی کردی، به رقاصه شاباش دادی. ورش کنی دیگه، خیلی دیر شده، کار از کار گذشته. زود باش بگو. اگه بگم یه کار شخصیه چی؟ کافی نیست، برای دوستم نیاز دارم. چه دوستی؟ یه دوست صمیمی، یکی مثل خواهرم، فراتر از خواهر، کسی که هر وقت نیازش داشتم کنارم بوده. پس فوراً به مراد بگو تا بهت وام بدن، بعدن هم از حقوقت کم میکنه. واقعا؟ اما من نمیتونم، از آقا مراد خجالت میکشم. اون رئیس توه. رئیس برای چیه؟ برای پول دادن. گرچه اگه از مراد خجالت میکشه، آقا نجات هم رئیسته. ولی ساکت شو. بیشتر از این نباید محوطه انرژی منو سیاه کنی. قربونت بشم. هلو آقا نجات، یه چیزی بهتون بگم. چطوری بی؟ من خوبم. آهوی زخمی، تو چطوری؟ چی شده؟ صاحب رستوران رفیق دوران سربازیته؟ اون بهت خبر داد من اینجا؟ نه اینطور نیست. پس حتما بچه محلتونه. آره کرم جان، ببین من الان یه قرار دارم، واسه همین منو ببخش. نمیشه، نمیتونم برم. کرم منو دیوونه نکن، دارم میگم با یکی قرار دارم، کار دارم، بعدش با هم دیگه میشینیم قهوه میخوریم، تموم شد رفت. باشه، عجبا، اگه تو کار داری خب منم کار دارم. کرم پسرم، میخوام ماشینمو بفروشم، میفهمی؟ الان قرار مشتری بیاد، با اون قرار دارم، برو میسی کناری. خیلی خب دیگه، اون مشتری اومده و الان جلد نشسته دیگه. یعنی چی آخه؟ تو صفحه شخصی تبلیغات گذاشتی و شیر کردی که ماشینتو میخوای بفروشی، منم مشتریشم. وای خدا، وای کرم، تو اونجا منو دنبال.